فرهاد، پرسشی که مطرح اینه که چرا رئیس جمهوری آمریکا علنا این طرح رو برای افکار عمومی مطرح کرد و تاکنون این روش چه پاسخهایی دریافت کرده؟ خب دیروز جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حوزه ارتباطات کنفرانس خبری تلفنی که با ما خبرنگارا داشتش گفتش که این تغییر موضعی یا تغییر متفاوتی هستش از موضع‌گیری‌های آمریکا که خودش الان آمده علنی اعلام می‌کنه و قبلا در اسرائیل اینو اعلام می‌کرده. گفت هدف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اینی که انرژی جدیدی تزریق کنه به این روند مذاکراتی که تاکنون به نتیجه نداشته تا شاید راه حل متفاوتی از اون بیرون بیاد. اما جان کربی به انتقادات هم پاسخ دادش که این کاری که رئیس جمهور آمریکا انجام داد عملا ابتکار عمل رو از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نگرفته. سخنرانی آقای بایدن با هدف ایجاد مانع بر سر تصمیمات نخست وزیر اسرائیل یا کابینه جنگ نبوده. سخنرانی او در مورد آشنا کردن افکار عمومی بود تا ببینن اسرائیلی‌ها چقدر خوب و صادقانه پیشنهاد جدیدی ارائه کردند و نشان می‌دهد که چقدر به دنبال دستیابی به توافق هستند. در واقع این سخنرانی برای اعمال فشار عمومی بر یحیی سینوار و حماس بود که مکررن از پذیرش آنچه اسرائیل مطرح کرده از خودداری کردند. تا کنون صرفاً ثابت کردند که مایل به ارائه پاسخ مثبت نیستند. خب جان کربی ادامه دادش که این طرح اسرائیلیا هستش و عملا امریکا در کنار اسرائیل نمیخواد که آینده غزه و فلسطینیا در دست حماس باشه و یا گروه های تروریستی دیگه. و بایدن برای افزایش فشار فرهاد بر دو سوی درگیری و عمدتا حماس چه اقداماتی انجام داده؟ خب دیروز رئیس جمهور آمریکا با شیخ تمیم امیر قطر گفتگو کرد. قطر کشوری است که میزبان شاخه سیاسی یا بازوی سیاسی حماس هستش و گفتش که قطر بهتره که الان از این فرصت پیش آمده استفاده کنه و از نفوذش بهره ببره. گفتش ادامه دادش که عملا کسایی که بیشتر از همه آسیب دارن میبینن خود فلسطینی‌ها هستن و این باید استفاده بشه از این طرح که مت قاعد کنه رهبران حماس رو که این گزینه‌ای که روی میز هستش رو در اسرع وقت بپذیرن تا به کمک‌های انسان دوستانه بیشتری وارد غزه بشه. و گفتش که تضمین کننده این طرح نه تنها آمریکا بلکه قطر و مصر هم هستن. همچنین رئیس جمهور آمریکا به همراه دیگر رهبران گروه هفت بیانیه مشترکی رو صادر کردن که فشار رو بر روی حماس آورده که هرچه زودتر این طرح رو روی میز رو بپذیرن تا به یک آتش بس واقعی دست پیدا کنن. سپاسگزارم همکارم فرهاد پولادی از کاخ سفید با ما.